در صبح روز 23 محرم 1427 هجری سنی های تندرو دشمنان اهل بیت علیه السلام سلام با دویس کیلوگرم مواد منفجره حرم متحر امامین اسکرگین علیه السلام سلام در شهر سامر را تخریب کردند. به گفته ی نیروهای امنیتی وقت عراق این حمله توسط یک گروه هفت نفره از سنیهای های تندروی منتصب به القاعده انجام شد. در پی این فاجعه دردنا که در 13 سال پیش اعضای عمومی اعلام گشته و علمای حوزه علمیه و مراجع تقلید دروس خود را تعطیل کردند و بازارها در اکثر شهرهای بزرگ تعطیل شد در همین راستا مرجعیت عالی قد رایت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در سخنانی فرموده بودند این جنایت فاجعه بسیار بزرگی است و دامنه آن هیچگاه پایان نمیپذیرد و ان الله این مکان مقدس به نحو احسن بازسازی شده و توفیق زیارت این بارگاه برای همگان امکان پذیر خواهد شد ولی با این حال چنین فاجعه ای هیچگاه و به هیچ نحو جبران پذیر نخواهد شد حرم شریف امام هادی و امام عسکری علیهم السلام در سامرا دست کم 13 بار در طول تاریخ به دست سنی های تون رو تخریب شده و هر بار با همت و غیرت شیعیان بازسازی شده است امروز نیز پس از بازسازی این حرم متحر و در سایه امنیت موجود در شهر سامرا شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام با سفر به شهر سامرا از شهرهای مختلف عراق و نیز نقاط مختلف جهان به زیارت امامین عسکریین علیهم السلام مشرف میشوند